داشته آقای نخست وزیر. مقدم عزیزتون رو به خطه سرسبز گیلان تبریک عرض میکنم. ورود جناب عالی و همراهان عزیزتون و همکاران عزیزتون و هیئت اجرایی حزب ایران نوین و همینطور هیئت شورای مرکزی حزب ایران نوین رو به گیلان تبریک عرض میکنم. بسیار بسیار مردم گیلان خوشبخت هستند از اینکه جناب عالی توجه فرمودید و به این استان تشریف فرما شدید. برای اینکه مردم گیلان دارای یک فرهنگ بسیار عمیق و مردمی بسیار هوشیار هستند. مردم گیلان کاملا متوجه هستند که جناب عالی با چه صداقت، با چه فعالیت و با چه صمیمیتی با همکارانتون برای رفاه مردم این مملکت مشغول فعالیت هستید. ما از اینکه جناب عالی در راه اجرای منویات اعلی حضرت همایون شاهنشاه ما که شب و روز خودشون رو وقت رفاه مردم این مملکت کردند انجام وظیفه میکنید، صمیمانه از شما تشکر میکنیم. مردم گیلان کاملا متوجه هستند که تا چه اندازه محرک اصلی تمام چرخهای مملکت ما، یعنی وجود زیجود اعلی حضرت همایون شاهنشاه ما، به فکر مردم این کشور هستند و تا چه اندازه سرمایه های بزرگ در راه آبادی این استان به کار انداختند. جناب آقای استاندار، از اینکه قدم رنجه فرمودید و خیلی دور از مرکز استان برای استقبال ما تشریف آوردید صمیمانه تشکر میکنم. همچنین از سایر کارمندان دولت، رؤسای ادارات، مقامات ارتش قلباً سپاسگزارم. اشاره‌ای که به این مسافرت فرمودید کاملاً با حقیقت وفق میده. منظور از این مسافرت تشکیل یک مکتب سیاسی جدیدی است که جز نیت خدمتگزاری به ملت ایران و اجرای هدفهای عالی که شاهنشاه ایران سالها در سر پروراندند و با یک اقدام شجاعانه راه را برای این مکتب باز فرمودند چیز دیگری نیست. خوشبختانه در کلیه نقاط مملکت، خاصه این دو روزه در استان مازندران و بدون تردید در خاک گیلان، ما ناظر و شاهد بهترین احساسات عمیق مردم این خطه که معنای واقعی انقلاب شاه مردم را درک کردند بوده و خواهیم بود. جناب عالی که از هیئت اجرایی حزب ایران نوین به مقام استانداری این استان منصوب شده اید، خود یک نمونه بارز تحولات اخیر ایران هستید که با خدمتگزاری به این استان بدون تردید موجب خوشنودی شاهنشاه و رفاه ملت را تأمین خواهید کرد. خوشبختانه استان گیلان با استعداد طبیعی، با اجرای برنامه های عمرانی که تا به حال به عمل آمده است و توسعه برنامه های آبادانی که از این به بعد مجرا خواهد شد و خاصه سد سفید بود که کمک مؤثری با بیاری قسمتی از این استان کرده است، موجب نهایت خوشبختی است که مردم روز به روز در رفاه بیشتر و سطح زندگیشون بالاتر می رود. نخست وزیر محبوب، جناب آقای هویدا وزیر محترم دارایی، جنابان آقای وزرا و همراهان محترم، کارکنان اداره کل چای شمال، چایکاران و صاحبان کارخانجات چای سازی، مردم جنابان رو به منطقه چایکاری شمال تبریک عرض می نمایند. سازمان چای در 1337 به امر اعلی حضرت همایون شاهنشاهی، هنگامی که چای وزن نابسامانی داشت، تأسیس یافت و با مجاهدت ها و کوشش های فراوان، راهنمایی باغداران در اصلاح باغات، پرداخت مساعده بدون بهره هر ساله و وصول انبخصات کوچک در سال بعد از محل بهای محصول چای، پرداخت وام بدون بهره هر ساله
به صاحبان کارخانجات چایسازی فروش کود شیمیایی هر ساله به نصف تا ثلث قیمت خرید و وصول بها به اقساط در سال بعد از محل بهای محصول باغدار تولید و توزیع نهال مرغوب چای بین باغداران به قیمت حدود 10% بهای تمام شده و اقدامات دیگر ترانست محصول مزبور را از 5000 تن در سال 1337 به 13000 تن در سال 1342 برساند. خیلی خوشبختم که در بین کشاورزان چایکار شمال هستم و این محصولی رو که مورد احتیاج عموم مردمه از این خطه سرسبز به دست میاد و کمک مؤثری به اقتصاد کشور میکنه. تردیدی نیست که توجهی رو که به امر چایکاران شمال شده است و خواهد شد از لحاظ اقتصادی و از لحاظ بهبود زندگی زارعین کشتکار چای و همچنین از لحاظ بالا بردن سطح تولید چای که بتواند ما را به تدریج از چای خارجی بی نیاز کند بسیار مورد اهمیت و علاقه دولت است. مهر ایران که سرشته از آن گل من گل من عشقی سوزان شده در دل من دل من در این آتش پروانه و پروانه وش زان پروانه کنم جانم فرمان